بنده خدا بریم ادامه جاوا. جاوا رو مثال زیاد ازش حل کردیم و فیلم هم ازش زیاد گرفتیم، فکر کنم ایشون دوراش 68 شده تا الان برای 56 دیگه بنده که سعی میکنم اون مثال های بیشتر کاملا براتون جا بیفته. نه حالت مفهومی رو گفتن و رد شدن فایده نداره، مفهوم تا مثال هم نشه جا نخواهد افتاد. خب بریم سراغ مقادیر. من بریک و کانتینیو رو نگفتم، فکرم میکردم که شما اینها رو بلد باشید، ولی خب یه سری بچه ها به من پیام دادن که این رو بگم. فرض کنید اینجا شما دارید دیگه یه فور رو، من یه فور نمیشتم دیگه، حالا یه فور بزنید، فور رو اگه بزنید بیا دارد اون جنریت میکنم. فرض کنید میگم ده. الان شما اس او یو تی بزنید و مقدار آی رو بخواید چاپش بکنید، شیفت آلت اف ده رو بزنید، میاد براتون اجرا میگیره. ببینید که صرف تا 9 رو چاپ کرد. طبیعتا اگه 10 رو هم بخواید چاپ کنید بعد یه مساوی بزنید. درسته؟ مساوی. بشه. حالا شیفت آلت اف ده رو بزنید، میاد براتون چاپ کرد که 10 رو هم چاپ کرد. خب بشه. اینا رو بکشم پایین چون دفعه پیش پاسم شما رو هم کرده. خب اگر احیانا بخواید بگید مثلا این شرط بذارید و اگر بگید آقا مثلا آی مساوی شد با 5 یا هو آی دقیقا شد مقدار با مساوی با 5، خب بیا این رو مقدار رو برای ما چاپش کن و در آی بریکش کن. بریک یعنی چی؟ کمپلت و هر چی بریس باز و بسته هستش بیا بیرون، از این بریس بیا بیرون، از این بریس هم بیا بیرون، یعنی تو بریس هایی که مربوط به اینا هستش که توش در واقع انحصار پیدا کرده. الان بریس فور ایف هستش، بعد میاد تو فور، اینا میگن متد اصلی اکزیکیوت بود دیگه، از این بیرون نمیاد. یعنی شما اگه اینجا بیاید مثلا یه سوری دیو زدید دیس ایز تست، یعنی دیس ایز تست رو اجرا میکنه، در نهایت این خطی نیست دیگه، میاد به این میرسه و بعد تمام میشه. حالا اینجا اگه ما شیفت آلت اف ده رو بگیریم میبینیم که اتفاق خواهد افتاد. 5 دیس ایز تست و اکزیکیوت کد 0 رو من دیگه اینجا رو اینا رو دیگه دیباگ نمی کنم، من فرض می کنم دیگه اینا رو دیگه کوچولو بلد یه ترس کردنش با خودتون ساده هم هست، ترسی سخت هست. ترس دیگه باشه حالا یه ذره جلوتر بریم سراغ آرایا و متد و اینا شروع می کنیم باش کار کردن. خب پس به این شکل بریک چیکار می کنه؟ کامپلت میاد بیرون دیگه، حالا به این مقدار رسید و اومدش بیرون. خب کانتینیو چی؟ کانتینیو از روی اصطلاحمون میگیم میپره. خب یعنی چی؟ این رو ندیده میگیره. شما اگه برگردید بگید که مثلا آی مساوی با 5، حالا اگه بشه که این کانتینیو رو بالا بسازید دیگه، من میام اینجا اینجا داشته باشمش، این کانتینیو رو من اینجا قرارش دادم، این دیگه این آی رو اینجا اگه شما بیاد قرار بگیرید روش، داره برمیگرده میگه که این رو اجرا نمیکنه اصلا. خب حالا من به این شکل این رو اینجا داشته باشم کانتینیو رو و برسه به اینجا چیکار میکنه؟ یه حالت جا خالی طوریه، مثلا میاد 0 1 2 3 4 5 رو دیگه براتون چاپ نمیکنه و در نهایت میاد چیکار میکنه؟ میاد بیرون از در واقع این مقدار که وجود داره. بذار من اینجا اسمویتی رو برش بدم، مقدار آی رو و شیفت آلت و اف ده رو بذارم، خودتون اینجا متوجه بشید که چه اتفاقی خواهد افتاد. خب اومد همه رو چاپ کرد الا چی؟ مقدار 5 رو. چه اتفاقی افتاد؟ ببین من گفتم که این SOUT قبلش اینجا بود که تو بریک بود، اومدمش بیرون گذاشتم. چه اتفاقی میافته؟ داره میاد میگه خب در واقع 0 مساوی 5 نه، میاد چاپ میکنه 1 2 3 4، رسید به 5 که اومد اینجا آی شد 5، ایف آی مساوی شد 5، اینم هم همین کار رو میکنه. میگه کلا از بریسی که اینجا وجود داره هستش و تمام دستوراتی که تو این فور وجود داره بیا و بپر ازش گذر کن، بیا اصطلاحا انگار یه دری باشه، بیا برو بیرون دوباره وارد شد. حالا خب پس اومد اینجا مثلا 6 7 8 9 10، به طور مثال اگه من اینجا بیام دیگه چه بدونم مثلا سوریتی مثلا برگردم بگم مثلا اوکی مثلا اند ویلکام ویلکام و بعد بیام اینجا و یه دوباره آی رو هم بذارم برام چاپ کنم، کنترل شیفت اف ده بزنید، هر دو تا خط رو میاد اجرا میکنه، ولی به 5 که میرسه ببینید باز اجراش نکرد، یعنی 4 رو اجرا کرد 6 و اینم به این صورت. پس اصلا هر دستوری که تو این محوطه قرار بگیره شما بیاید کانتینیو این شرطه بیاد اجرا بشه، اصطلاحا
این فور اون لحظه که این مقدار رو داره اجرا نخواهد شد. اما قضیه چجوری بگم، میرسید مثلا یه سری چیزها هستش، بازی ها بود انجام میدید مثلا 1 2 3 4 5 که میشد موقو، این هم همونه. یعنی شما عملا وقتی که مثلا این مقدار میرسه برمیگرده میگه مثلا آی مساوی هستش با 5، تمام دستوراتی که تو این فور هستش چی میشه؟ یسر میشه، میاد از روش میپره، اصطلاح جامپ میکنه، پرش همون جامپه، تو اسمبلی خودمون بخواد در نظر بگیریم میشه جامپ کرده، میاد جامپ میکنه دوباره برمیگرده و دیگه اون شرط برگزار نیستش دیگه، برقرار نیستش دیگه و دوباره اینها رو اجرا میکنه. کانتینیو حالا بستگی داره به کجا که شما بخواید تو برنامه تو همچین چیزی پیاده بشه، ولی خب بریک زیاد استفاده میشه، کانتینیو ممکنه خیلی کم استفاده.